بعد از هیستوری براش میرم سراغ ایریز یا پاک کن. از ایریزر چجوری استفاده میکنی؟ من اگر یک رندر دیگه ای رو بیارم، ببینید این پاک کن رو من انتخاب میکنم و توی صحنه میکشم. خب کاملا مشخصه داره پاک میکنه همه چیز رو، عکس رو و هر چیزی که توی این لایه وجود داشته باشه رو میتونم پاک بکنم. و خب وقتی پاک میشه با رنگ background color اون رو پر میکنه، یعنی سفید میکنه، مثل کاغذی که ما با پاکون داریم اون رو پاک میکنیم. گزینه خاصی اینجا نیستش که براتون غریب به نظر بیاد، ولی اینجا فقط یک erase to history داریم که دقیقا معکوس این عمل میکنه و وقتی بکشم من جاهایی که به اشتباه پاک کردم رو میتونم برگردونم. همین، اگر این تیک رو بردارم مجدد عمل پاک کنه و این عکس العمل پاک کردنه. گزینه‌ها رو همه رو می‌شناسید. ابزار بعدی background eraser. به چه منظور استفاده میشه؟ ببینید وقتی من الان می‌کشم دارم پاک می‌کنم، یک صفحه شطرنجی دارید می‌بینید. اون تصویر ترانسپرنته. در حالی که تا الان من داشتم پاک می‌کردم یک زمینه سفید می‌دیدیم ته عکس، الان دیگه این زمینه سفید رو هم نمی‌بینی. وقتی ما پاک می‌کنیم ترانسپرنت میشه، در واقع سی ثرو میشه و وقتی ما اینو سیو با فرمت پی ان جی بگیریم میبینیم که اون وره عکس رو ما میتونیم ببینیم و در واقع خالیه. ترانسپرنت رو دیگه کاملا مشخص هست دیگه چیه، نیاز به توضیح نیستش. پس فرقش با اون یکی ابزار این بودش که این یکی با رنگ background color پاک میکرد، ولی این یکی کلا همه چیز رو پاک میکنه. و اینجا باز تلورانس رو داریم که میزان حساسیت دوباره هر چقدر کمتر بکنیم و هر چقدر بیشتر بکنیم میبینیم که حساسیت وقتی بیشتر بشه، در واقع تلورانس ما ببریم بالا، حساسیت کم میشه و همه چیز رو پاک میکنه. در حالی که حساسیت کمتر باشه به سختی داره، البته الان حساسیت بیشتره، در واقع وقتی حساسیت بیشتر باشه به سختی میاد پاک میکنه و یه سری چیزها میمونه. کانتینجیوس و discontinuous to fine edge رو میدین چیه. اینجا فقط یک protect foreground color داره که یعنی این که شما اگه این foregroundتون مثلا فرض بکنید یک رنگ قرمز انتخاب کردید و با براش جایی رو رنگ کردید، محافظت بکنه و اون رو پاک نکنه. اگه من این رو بزنم و بکشم میبینیم که به سختی داره این رنگ قرمز پاک میکنه، در حالی که جای دیگه بیاد هرچند تلورانس دیگه خیلی پایینه، مثلا من رو 5 میذارم. وقتی من اینجا میکشم میبینیم یه جایی داره پاک میکنه ولی همه رو به صورت کامل پاک نمیکنه، چون رنگ فورگراند هستش و داره محافظت از اون میکنه. اگر این تیک رو من بردارم و بکشم میبینیم که همه رو کامل راحت داره پاک میکنه. بازم از این ابزار میشه گفت که برای طراح استفاده میشه که مدام با براش می یه جایی رو طراحی میکنم و میخوام اونجا پاک نشه، ازش استفاده میکنم. پارامتر دیگه ای رو من نمی‌بینم که نشناختید و این رو هم می‌شناسید. گزینه بعدی ماجیک ایریزر. اگه من F12 رو بزنم ببینید مثل همین ابزار ماجیک به کار میره، فقط اون ماجیک سلکت می‌کرد و به صورت دستی می‌بایست می‌اومدیم پاک می‌کردیم، الان سلکت می‌کنه و پاک می‌کنه. اگر من اینجا رو بزنم سلکت می‌کنه یک محدوده رنگی رو متناسب با این حساسیت تلورانسی که وجود داره و دلیتش میکنه. فرض بکنه اینجا من یک کلیک میکنم، کنترل زد میزنم، تلورانس رو میارم پایین، یعنی حساسیت رو خیلی زیاد میکنم، یک کلیک میکنم، ببینید همون یه تیکه داره انتخاب میشه. و اگه حساسیت رو ببرم بالا یک کلیک میکنم، میبینیم اکثر صحنه داره پاک میشه. بنابراین در واقع همین کار ماجیک رو میکنه، یک محدوده رو سلکت میکنه و با دلیت، حالا اگه بگیم چجوری پر بشه بعدا این فیل رو من بهتون توضیح میدم، مثلا من میگم با بک‌گراند کالر اوکی، ببینید اونجا رو دلیت کرد و کنترل دی رو میزنم که دیسلکت بشه اون محدوده. این چند تا کار رو با یک کلیک انجام میده، میزنم محدوده رو سلکت میکنه، دلیت میکنه و کنترل دی رو میزنه دیسلکت میشه. آنتی الایس کانتینجیوس رو میدونید، کانتینجیوس یعنی اگه من اینجا کلیک میکنم، بذار من تلورانس رو بیارم پایین تا که بهتر ببینیم. اینجا من یک کلیک میکنم، محدوده هایی که همرنگ اون بود رو پاک نکرد. چرا؟ چون متصل نیستن به این محدوده ای که من کلیک کردم.
اگه من این تیک رو بردم و بزنم دیگه کاری نداره به اون محدوده وصله یا نه، میاد هر جای دیگه اینجا صحنم حتی باشه پاک میکنه. آنتی الایز رو میدین چیه، بنکی گوشان نرم باشه، سمپل آلایر و اوپاسیتی، همه این گزینه ها مشخص هستن. بنابراین با این تولرانس میتونیم کار بکنیم و مناطقی که مد نظرمونه رو پاک بکنیم. اینم از تنظیمات ابزار ایریزر.